ما میخوایم درباره افغانستان یه ذره صحبت کنیم. هیا لیزر سب کنیم بیاین همه. من لینک هم میذارم اگه کسی خواست بیاد بالا. البته این ساعت خوبی نیست، ولی خب ما میخوایم برای ایرانیان آمریکای شمالی هم موقع برنامه داشته باشیم، برای همین این موقع ساعت میذارم. من یه چیز کوچیک فقط درباره اتفاقات افغانستان بگم. نیما میگه thumbs up تا که صدا خوب. یه سری چیزایی ممکنه الان بگم که خیلی ها باش مخالف باشن، خب ولی اگه میخواین مخالفتتون رو ابراز کنین، خب من لینک گذاشتم اگه خواست کسی بیاد بالا با من صحبت کنه. خب چیزایی که بقیه دارم میگن من الان تکرار نمیخوام بکنم. خب یعنی بالاخره فاجعه است و نگران حقوق زنان هستیم و الان یه حکومت اسلامی دیگه به نظر میرسه که داره میاد رو قدرت و این از یه لحاظ بگم فاجعه است برای خود بقیه جهان، به خاطر اینکه ببینین داعش و القاعده و اینا هم که سقوط کردن یه مقدار برای بعضی از اسلامگرایان جذابیت گروه های افراطی مثل اینا کمتر شده بود، برای اینکه همش داشتن این گروه ها شکست میخوردن خب همه جا، و این برای تبلیغات یک همچین روش هایی خیلی بد بود، یعنی به نفع کسایی بود که از این روش از این گروه ها نمیخواستن دفاع بکنن، یعنی از تبلیغاتی خیلی به نفع جهان بود که این همه پشت سر همین گروه ها دارن شکست میخورن و قدرتشون کمتر میشه. الان این شد یه تبلیغات خیلی خوبی برای اسلامگرایان مثلا افراطی و اینا که دوباره بهشون نشون بده که نه تنها میتونن موفق باشن، میتونن اصلا کشور بگیرن دوباره. مثلا دوباره اون زمانه مثلا که برگشته، بلکه که داعش داشت این کارو میکرد که کشور رو بکنه مثلا حالا البته خب جمهوری اسلامی هم که داریم، ولی حالا برای این سنی‌هاشون داعش رو داشتیم که داشت زمین میگرفت و اینا، ولی خب اون شکست خورد. الان دوباره طالبان اومد، دوباره داره یک زمین، یعنی دوباره این امید و انگیزه برای بقیه اسلامگرایانی که میخوان مثلا خلیفه بیارن و اینجور چیزا دوباره نشون میده که امکانش هست، این چیز مثلا غیر ممکن نیست، زمان کشورگیری برای اسلامگرایان تموم نشده. یعنی مثلا این نیست که مثلا ما برای خلیفه میکردن دیگه این تموم شد دیگه، بذارین کنار بازار یعنی درش رو ببندین برین دیگه، قرن جدیده. اینکه مثلا داعش بیاد کشور بگیره خب میتونه بگیره ولی نگه نمیتونه بداره، ولی خب الان نشون میدادن که مثلا خیلی از اینا میگن نه تمام نشده، ما هنوز تو دنیایی هستیم که ما بتونیم مثلا یه همچین قابلیتی داشته باشیم. نه تنها همچین قابلیتی داریم، این قابلیتو داریم که پیروز بشیم علیه بزرگترین قدرت توی جهان. یعنی این یک همچین افکاری نه تنها براش تقاضا وجود داره، نه تنها اینا قدرت دارن که کشور بگیرن اینا و حکومت بکنن و حکومت اسلامی بیارن، اینا این قابلیت رو دارن که این کار رو بکنن در مقابل بزرگترین ارتش جهان، یک همچین قابلیتی رو دارن. خب و این خیلی توی مثلا چند دهه آینده ممکنه تبلیغات بشه و انگیزه بده که جاهای دیگه هم این امیده داشته باشن که بتونن این کارو بکنن. خب به نظر من، شما نمیدونم شاید با من مخالف باشید. سوزان هم تو لایف چت، قاسم هست اینجا، نیما هست، سوزانه هست. مسیح میگه سلام، اگه امکانش هست درباره نظریه های آخه اونم حالا یه روز برنامه میذارم چش، ولی الان بذاریم من درباره افغانستان یه ذره صحبت کنم. یه چیزی که من باید بگم درباره افغانستان، بچه من لینک هم گذاشتم اگه کسی خواست بیاد بالا، اگه نخواست اگه نخوانم من الان میتونم کلی صحبت دیگه هم بکنم. خب من میخواستم درباره یه گفته کوچیک از نیچه هم صحبت کنم، ولی الان بذارین درباره افغانستان صحبت کنم. یه چیز دیگه هم که الان من کنه خیلی با من اختلاف نظر داشته باشن اینه که این اتفاقی که الان داره تو افغانستان میفته بدترین اتفاقی که میتونست بیفته نیست. خب چیزی که من از همه چی بیشتر نگرانش بودم جنگ داخلی بود. خب
خب این به نظرم ممکن خیلی بد برداشت بشه الان این چیزی که من دارم میگم، برای اینکه من دارم میگم که اینکه مقاومت نشود ممکنه، من حاضرم نظرم عوض کنم، ممکنه به نفع مردم افغانستان باشه. چیزی که من از همش چون که من میدونستم، یعنی معلوم بود که وقتی که از آمریکا که بره، آمریکا که از افغانستان بیاد بیرون، یعنی بیشترین پیش بینی این بود که خب طالبان میاد کلی قدرت میگیره. خب چیزی که پیش بینیش سخت بود این نبود که طالبان میاد پیروز میشه و قدرت میگیره، چیزی که پیش بینیش سخت بود این بود که چقدر میاد قدرت، یعنی چقدر قدرت رو میگیره و تو چه زمانی. خب این بود که ما نمیدونستیم، این که طالبان قرار بود بیاد کلی قدرت بگیره اینو همه پیش بینی کرده بودن. خب ولی حالا به این سرعت و به این کاملی این پیش بینی نشده بود. خب و خیلی هم الان دارن میگن خب توطئه بوده، چه میدونم یه سری اینکه یک سری کشورشون رو فروختن. تئوری خیلی زیاد هست الان روی توییتر و بقیه روی جاهای دیگه. البته ما تو عراق هم اینو دیدیم دیگه، وقتی که داعش داشت میگن فرق بین نیروهای ایدئولوژیکی و نیروهایی که فقط به خاطر پول دارن ارتش توی ارتش میجنگن، فرقشون همینه دیگه. خب یعنی بالاخره وقتی که مخصوصا تو کشوری که مثل افغانستان که کار مثلا ممکنه کم باشه یا پول برای گرفتن، راهای پول گرفتن ممکنه کم باشه و ارتش میاد به تو حقوق میده، یعنی تو مجبوری بری مثلا تو ارتش اینا برای اینکه بتونی خانواده‌ات سپورت بکنی، اینجوری نبوده که مثلا تو می‌خواستی وارد جنگ بشی. خب فقط مثلا ممکنه تو ارتش بشی برای اینکه بتونی خانواده‌ات سپورت کنی. خب وقتی که موقعش میرسه که جونتو بذاری تو خطر، خب برای اینکه نیومده بودی که تو ارتش، برای همین ایدئولوژیکی هم که نیستی، برای همین تو اون موقع ممکنه دیگه بذاری بری. خب یه توی ارتش عراق هم دیدیم همینطوری شد، من سنگم داره گریه میکنه، شرمنده، باید برم بعد از برنامه برم سراغش. مسیح هم اومد بالا. مسیح یه ذره سب کن من حرفم در برای افغانستان اینا تموم شه. ولی ممکنه، یعنی چیزی که من میترسیدم ازش از همه چی بیشتر این بود که خب افغانستان به طور افغانستان طالبان به طور کامل نمیتونه بیاد همه افغانستان بگیره و این گروه های مثلا نیروهای ارتش افغانستان مقاومت کنن مثلا تا یک دهه دیگه. نمیدونم، من دارم خیلی افراد، یعنی خیلی مبالغه میکنم الان، ولی خب بدترین شکلش اینا همینجوری با هم تا یک دهه جنگ داخلی بشه با هم بجنگن. خب این به نظر من فاجعه میشد. خب برای مردم افغانستان چه افتضاحی میشد، چقدر چند نفر کشته میشدن اگه همچین جنگ داخلی. و ولی نشد، مقاومتی نبود، اینا اومدن گرفتن. و من برم حالا اینو نمیگم البته، ولی خب الان چیزی که دارم من میگم به نظر میرسه که حالا یه کسی بیاد از من نقد بکنه، چون که حرفی که دارم میزنم انگار این که دارم میگم خوب شد کسی با طالبان مقاومت نکرد. خب من دوست ندارم یه همچین حرف رو بزنم، ولی خب دارم برداشتم الان همینه دیگه. یعنی اگه مقاومت میشد آیا این باعث میشد که جنگ داخلی میشد تا مثلا چند ساله تا کی؟ خب و چقدر هزینه باید میدادن مردم افغانستان؟ آیا بهتر شد که جنگ داخلی نشد و اینا اومدن به این راحتی گرفتن؟ نمیدونم، من ممکنه به نفع مردم افغانستان شده باشه. یکی دیگه هم این که طالبان ببین از لحاظ ایدئولوژیشون عوض نشده، ولی از لحاظ سیاسی عوض شده. خب نمیخوام بگم بهتر شدن اینا ها، ولی خب عوض شده. جوری که الان داره طالبان رفتار میکنه فرق داشت با موقعی که قبلا، مثلا 20 سال پیش، نه قبل بیشتر از 20 سال پیش، قبلا وقتی یه شهری رو میومدن میگرفتن، تمام کسایی که مثلا، نه حالا تمام نمیتونم، ولی خیلی از کسایی که مثلا فرمانده بودن و یا اینکه مثلا مسئولان شهر بودن و اینا رو میومدن اعدام میکردن. خب الان اینجوری نیست، الان وقتی شهر رو دارن میگیرن مثلا دارن میرن باهاشون سلفی میگیرن با و میذارنم سر کارشون، یعنی نه تنها اعدامشون نمیکنن مثل قبلا، حتی میان میگن
من سگم دلش برام تنگ شده، حالا بعد از برنامه میرم سراغش. نه تنها میان اعدام نمی کنن و میگن که حتی کارت هم نگه دار، یعنی حتی عوضش هم الان نمیدونم شاید عوض بشه تو چند هفته آینده، تو چند ماه آینده، تو چند سال آینده، ولی این از سیاسی به نظرم خیلی زرنگ بازی، یعنی زرنگ کار نمیگم درست از لحاظ یعنی اخلاقی، میگم درست از اینکه استراتژیکلی به نفعشون. خب برای اینکه یکی از دلیل، یه دلیل اینکه شهرهای دیگه مقاومت نکردن به خاطر این بود که دیدن شهرهایی که طالبان اومدن گرفتن، خب نیومدن همه رو اعدام بکنن مثل قدیم قبلنا، و تازه خیلی از کسا هم، البته یه کسی رو اعدام کردن، من میدونم یک کس، من میدونم مثال دارم، مثال هست، من میدونم، آرمین مگه اینو ندیدی؟ بله اون کی بود، یه نفر بود که اصلا توی نمیدونم ارتباطات بود. یه مقامی داشت که اصلا جنگی هم نبود، اون شخص رو اعدام کردن. خب ولی درست اون شخص رو اعدام کردن، حتی اون شخص توی ارتش هم نبود، اونو مثال رو میدونم. یه سری مثالای دیگه هم هست، مثلا کار افتضاحی که دارن میکنن، مثلا میرن دخترها رو بعضیاشون دارن میرن دخترای بالای 12 سال رو، 12 سال رو میخوان به زور بکنن زنای طالبان مثل غنیمت جنگی. این مثالا رو من میدونم. خب با اینکه این مثالا هست ولی هنوزم خیلی، یعنی من نمیدونم شما چند سالتونه، با اون هنوز روششون با اون موقعی که قبلا فتح میکردن خیلی فرق داره، یعنی با اینکه این هنوز خیلی افتضاح خیلی بده فرق داره، و چون که نیومدن مثلا همه رو اعدام بکنن و اینا، این باعث شد که شهرهای دیگه راحت تر بگن که یعنی ببین اگه میامدن اون کارو میکردن که قبلا میکردن، خب شهرهای دیگه به خاطر جونشون میامدن مقاومت میکردن، درسته؟ شرمنده من کلی سگم درست دارم گریه میکنم. ولی یه گریه پلیز الان تانک یو. چی داشته میگفتم؟ حواسم پرت کرد. الان نیمه فرد داره میره بگیره. آریا میبینم، نمیدونم چرا مسیح رفت، مسیح دیگه نیستش، ولی آریا منتظریم. الان حرفم تمام میشه. یه چیز دیگه هم که اگه نگاه کنید مقایسه کنیم، میخواستم یه چیز دیگه هم بگم، این که کوروش و اسکندر، یکی از دلیلی که اونا هم مثلا به شدت تونستن یک منطقه وسیع رو به زمان خیلی کوتاه بگیرن، به خاطر همین روش ها بوده. یعنی مثلا شما اگه نگاه کنید، کوروش وقتی یه جایی رو فتح میکرد، شاه‌های همون موقع قبل از این که کسی که شاه بود، کسی که فرمانده اون منطقه بود، همون رو میذاشت دوباره سر کار. خب و این باعث میشد که خیلی ها اصلا باش مقاومت نکنه، مثلا هزینه مقاومت خیلی زیاد میشد، هزینه مقاومت خیلی زیاد میشد، و بعد میای خودت محاسبه میکنی، من میتونم مقاومت کنم، کلی ارتش از دست بدم، کلی منابع از دست بدم، جون خودم رو تو خطر بندازم، یعنی که میتونم در شهرم رو باز بکنم و تو قدرتم بمونم. خب یعنی این روش نشون میده که مقاومت کم میشه. اسکندر هم همین کار کرد و یعنی مثلا شاه موقع ایران که مرد، خود اسکندر که نکشتش، خود ایرانی ها، خود فرمانده های خودش کشتنش. بکنم اسکندر هم اتفاقا، نمیدونم یکی من درست بگه، اسکندر کسایی رو که شاه ایران کشتن رو مجازات کرد، درسته؟ نمیدونم درست یادم نیست این قسمت رو.